درود رفقا، اومدم با یه جلسه یه صداسازی و آواز دیگه. سورپرایز خیلی خوبمونه که میخوایم از این جلسه دیگه وارد آواز بشیم، یعنی صداسازی کارمون تموم شد. خیلی ها شاید بگن آرش همین فقط دیگه برمیگره به تمرین شماها. امروز توی این ویدیو میخوام براتون از تفاوت تحریر و ویبره صحبت کنم، همچنین میخوام صداسازی رو ببندم و در مورد کوک صداتون هم صحبت هایی بکنم. خیلی توی کامنت ها خوندم، مخصوصا توی اینستاگرام بیشتر، که بچه ها هنوز با کوک صداشون مشکل دارن. بچه ها اگه کوکتون نه، منظورتونه که موقع خوندن کوکتون در میره، که خب اون با تمرین های صداسازی و آوازی که من میخوام بهتون بدم قابل حله. ولی نه، اگه هنوز هم نمیتونین کوکو پیدا کنین، مثلا من میگم دو، شما نمیتونین این دو رو بگین، مثلا یا میگی دو نوتا اینجوری میگی، اون دیگه بعد بیای این تمرینی که میگم انجام بدی. هی دستتو بذاری روی گیتارت روی همین نوت دو، خب یه نوت با این ور یه نوت این ور، انگشتای یک و سه آماده باشه. رو پیانو هم بچه همین شکلیه دقیقاً، کلاویه های سفید رو حتی میتونین انتخاب کنین. حتی ما اینجا یه جورایی داریم سیاه میزنیم، اما شما میتونین سفید هم انتخاب کنین. حالا این دوتا کلاویه سفیدن ها، این کلاویه سیاهه. مگه بخوام عین پیانو براتون اجرا کنم، مثلا میتونم دستمو بذارم رو ر بین این سه تا، این میشه پیانو دقیقاً، ولی فرقی نداره. خب این تمرینی که میگم بیشتر برای اینکه شما بتونین کوک صدا رو پیدا کنین. هی توی خونه بزنید لا 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 لا، سعی کنید تفاوت اینو پیدا کنید، تمرکز کنید بچه‌ها، هی گوش بدین لا 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 لا. می‌بینید لا 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 لا، هی این کارو انجام بدید، هی انجام بدید، اینقدر انجام بدین تا بتونید این نوت‌ها رو بزنید. این یکی از راه حلاشه. خب یه ذره غیر حضوری پیدا کردن کوک در این حد سخته. خب حتی میتونم بهتون پیشنهاد بدم که با نزدیکترین مدرسی که میشناسین بهتون، حالا یا آنلاین یا به صورت حضوری، یه چند جلسه فقط در حد اینکه صداتون رو کوک کنه، همین، فقط بتونید نوتو پیدا کنید، کار کنید. من این کارو بچه‌ها تو یه جلسه میکردم، هیچ فرقی هم نداشت. تو یک جلسه من کوک صدا رو به بچه‌ها یاد میدم، نه اینکه از فالشی در بیاد، نه، فقط یه دونه نوتشو کوک میکردم، آقا بتونه نوتی که میشنوه رو بگه، حالا یه ذره اینور یه ذره اونورش زیاد مهم نیست، بتونه فقط اون نوته رو ساتر کنه. اینو من بچه‌ها یاد میدادم به هنرجوان. خب حالا میگم شما هم میتونید با این ویدیو تمرین کنید، ویدیوهایی که تا الان گذاشتم تمرکز کنید و تمرین کنید و اون یه دونه نوتو بکشین بیرون و بتونین نوتا رو کوک بگین، یا اینکه از یه مدرس در حد 1-2-3-4 جلسه که شما 4 جلسه ثبت نام کرده باشین کمک بگیرین. بعد دیگه با این ویدیوهای من میتونید خواننده شین. بریم واسه ادامه. اول بریم واسه این که من صدا سازیمو ببندم. بچه‌ها من تمرین بهتون دادم گوگ، میگفتیم گوگ و 1-3-5 میزدیم. خب حالا بچه‌ها گوگ دیگه ادامه نمیدم، نمیرم دوباره پشت پیانو، ادامه معلومه دیگه، بلد شدین دیگه، همتون ماشاءالله حرفه‌ای شدین، میدونم دیگه. به جای گوگ میتونین یواش یواش توی گرم کردن صداتون از مم استفاده کنین، از نی استفاده کنید. خب پس مم 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 مم، میبینید عین گوگ، فقط این ا، میبینید نی نی که به نه ختم میشه دوباره، نی نی نی، میبینین اینم برای ا. پس بنابراین شما گوگ مم نی، این صدا تمرین راجلابه که شما میتونید واسه گرم کردن از ستاش استفاده کنید. این در مورد صدا سازی. حتما سعی کنید قبل از اینکه بریم سراغ آواز خوندن، بریم سراغ این آهنگ اون آهنگ یا تمرینه آوازی که میخوام از این به بعد بهتون بدم، این تمرین صدا سازی رو حداقل 20 دقیقه انجام بدین، حداقل، که این صدا گرم گرم شده باشه. من تازه در ادامه راه حلای دیگه هم بهتون میدم که بعد از صدا سازی، بعد از گرم کردن صدا، یه سری نکات جالبم بهتون میگم، مثلا تمرین جالب میگم که صداتون از اینی که هستم گرمتر کنه واسه خوندن آوازهایی که دوست دارین. خب بریم حالا سراغ تحریر و ویبره. بچه‌ها ما دو تا تکنیک خوشگل داریم، یکیش تحریره یکیش ویبره است واسه آواز. البته جفت اینا باز دوباره بست پیدا میکنن. ویبره خب تو بحث تمپو خیلی مختلف و متفاوت میشه، اما تحریر ما تحریرهای گوناگون داریم، یعنی ما هزار مدل میتونیم تحریر بدیم به صدامون. بعد اکثر خواننده های قدیمی و خیلی سرشناس ما واسه خودشون یک سری تحریر مثل شناسنامه دارن. مثلا وقتی یه تحریر روی نفر میزنه ممکنه صدا شبیه داریوش نباشه، اما یه دفعه شما بگی آها این شبیه داریوش میخونه، یا طرف مثلا صدام شبیه داریوش نیست، ولی چون اون تحریر داریوشو زده، اون تحریر معروف، اون شناسنامه داریوشو استفاده کرده، شما فهمیدین. مثل اکت صداییاتونو بهت گفتم یه سری اکت دارن، یک سریام یه سری تحریرهای خوشگل دارن. میخوایم بریم سراغ اول تفاوت تحریر و ویبره. و بچه‌ها جلسه های بعدو اصلا از دست ندین، من میخوام یه عالمه بهتون تکنیکا و تحریرهای باحال یاد بدم و ویبره.
یادآوری کنم. من گفتم گوگ مم نیم. بچه ها تمام اون تحریرهایی که با گوگ گوگ میکردیم و باید با مم و نی هم انجام بدیم. ها. مثلا میگفتیم میگرفتیم میگفتیم دو می سول می دو گوگ 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 گوگ. وقتی اینو کامل رفتیم دورش تموم شد، حالا میریم سراغ دوره مم 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 نی 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 نی. هر ستا رو جدا جدا قشنگ کامل میریم و برمیگردیم روی پیانو یا گیتارمون. اوکی پس کامل این تمرین. خب میخوام براتون یه آهنگی رو بخونم. اول میخوام ساده بخونم، بعد میخوام تحریر بزنم بخونم، بعد میخوام ویبره رو بهتون نشون بدم. بریم. اول ساده، آهنگ زیبای عارف. میگه بگذر ز من یا شنو، چون از تو من دیگر گذشتم. سعی کردم فقط کوک بخونم بدون هیچ تحریر و ویبره. ساده ساده. یه بار دیگه بگذر ز من یا شنو، چون از تو من دیگر گذشتم. حالا میخوام یه ذره تحریر بدم. ببین چه اتفاقی میفته. بگذر ز من یا شنو، چون از تو من دیگر گذشتم. چی شد؟ اول میگفت بگذر ز من، دومی گفت بگذر ز من زمان. این میشه تحریر. این زینت هایی که به صدا آمدی میشه تحریر. تحریر میتونه از این طولانی تر هم باشه. مثلا اونجا که میگه میخواهم تا دیگر در سر آر آر. اینا تحریره. نوته میبینی بچه ها دای 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 دای. اینا رو با هم کار میکنیم، چجوری بگیم چجوری نگیم. از یه دونه دوتا ستا میری شروع میکنیم، میریم به چیزای سختی مثل این که یه ها پنج شیش تا نوت رو پشت سر هم میزنه. همه رو قراره کار کنیم. حالا بریم ببینیم ویبره چیه. باز دوباره همین بگذر زمن رو براتون میخونم. خب ولی آخرش رو دقت کنین. اونجا که میگه بگذر زمن یا شنا، چون از تو من دیگر گذشتم. این ویبره است. اون آخر آهنگا رو کشش صدای خواننده. بچه که بگی دیگر گذشتم یا بگی دیگر گذشتم، میدینی جفتش یه جوریه. ولی میتونی بگی دیگر گذشتم. این ویبره است. قرار هم تحریر بهتون یاد بدم هم ویبره. فقط بچه ها قبل از اینکه برم سراغ این جلسات که خیلی هم مهمن، خیلی زودم بچه ها جلسه بعدو میذارم راستی، چون این جلسه فقط در حد یه صحبت و تفاوت خب با یه کوچولو بحث صدا سازی بود که می‌خواستیم ببندیمش. برای همین من جلسه بعدی رو خیلی زود براتون میذارم، اینو قول میدم بهتون، برای اینکه شما سریع برین سراغ یاد گرفتن این تکنیکا. فقط قبل از اینکه اصلا بهتون یاد بدم این تکنیکا رو، یه نکته مهم. بچه ها دیدین میگن که هر چیزی زیادش بده، تحریر و ویبره هم داستانش همینه. حالا ویبره مثلا من دیدم توی خواننده‌های حرفه‌ای زیاد نیست. من ندیدم. خواننده‌های حرفه‌ای همشون ویبره به اندازه کافی استفاده میکنن. و بهترین ویبره ها رو میتونید تو صدای تو خانم‌ها بهتون بگم گوش بشنوین. توی آقایون حامی. واقعا این دوتا خوب ویبره میدن. خیلی ویبره‌هاشون قشنگه و میتونید توی صدای اینا قشنگ حس کنید. بعد بچه‌ها اگه خواستین متوجه شین که چیه، حالا من جلسه بعد قشنگ براتون بازش میکنم ویبره چیه. میتونید صدای این عزیزا رو اونجایی که ویبره میدن و با این نرم افزاری مثلا موزیک اسپیدر، خب موزیک اسپید چینجر ببخشید، حتی جفتش درسته ها، جفت اینا نرم افزاره، ولی این تغییر سرعت آهنگه. میبینید اون موزیک اسپید چینجر خیلی باحاله بچا، نرم افزار اندرویدش خصوصا، چون نمیدونم آیفون داره یا نه، آیفون هم مثل شبیه این داره حتما، خیلی جالبه. شما کوک هم حتی میتونید دستکاری کنید. اینو برای آموزش‌های بعدی میگم حتما چجوری ازش استفاده کنید. با من باشین تا بتونم حسابی بهتون یاد بدم. و خواهشاً خوب تمرین کنین بچه‌ها. تمرین خودتون به خود از صحبت‌های من مهمتره. مثلا می‌بینم خیلیاتون جدی نمی‌گیرین خیلی از بحث‌های صدا سازی. نکنین جدی بگیرین. می‌خوام بسازم صداتونو. برین قشنگ تمرینی که دادم جای بسته جای باز هر روز این کار رو انجام بدین. خب یه صحبت مهم. بچه‌ها من یه کانال دوم ساختم. برای چی؟ فکر کنم همتون در جریان بودین. یه 20 روزی کانال من از دسترس خارج شد به خاطر اینکه من با شرکت‌های ایرانی کار می‌کنم برای حساب کتاب یوتیوبم، کانالم،
و نمیتونیم فعلا ما که داخل ایرانیم تحریمیم، نمیتونیم مثلا ادسنس داشته باشیم، برای این بعد با شرکت های مختلف کار کنیم. این شرکت ها میان یو حسابای چندین یوتیوبر رو میکنن توی یه ادسنس و اگه یکی از اون یوتیوبرها خلافی انجام بده پای همه نوشته میشه. یعنی دفعه قبلی یوتیوبری نمیدونم چیکار کرده بود که استرایک خورده بود کپی رایت و همه کانال ادسنس خارج شد، دیگه هم کانال من خیلی ترسیدم چون بکاپ این ویدیوها رو ندارم. اولا تونتون دارم بکاپ میگیرم، دوما بکاپشو دارم میذارم توی کانال دو. یعنی شما اگه خدای نکره، حالا ان‌شاءالله که اتفاق نمیفته، ولی این کانال از دست دادین، بدونین آقا کانال دوم هست. حالا خیلیاتون میگین آرش ما نمیخوایم کانال دوم سابسکرایب کنیم. خب ما اینو داریم دیگه، چیکاری بریم اونو دارم. هر وقت این پرید میریم کانال دو، آرش آرتفروشان دو، لینکش هم میذارم روی این ویدیو. اما واسه شما که میخواین خواننده شین، من فکر اینجاش بودم، گفتم خب راست میگه بچه‌ها، شاید دلشون نخواد دو تا کانال سابسکرایب کنن، بنابراین محتوای خفنی توش قراره بذارم. از تئوری موسیقی شروع میکنم تا آهنگسازی، و اینجوری نیست که حالا بیا تئوری شروع کن تا برسیم آهنگسازی، نه، همه رو با هم بازی میخوام پیش ببرم. اولین جلسه آهنگسازی هم گذاشتم، لینکشو واسهتون اینجا میذارم، برین اون کانال سابسکرایب کنید، لذتشو ببرین. همتون فوق العاده این، به شرطی که تمرین کنید. موفق باشید. Thank you.